67. حتما این عدد رو این روزا زیاد شنیدید. البته این عدد معمولا با یه سری واژه‌های دیگه هم ترکیب میشه، مثل قتل عام 67، کشتار 67، تابستان 67 یا خاوران 30,000 زندانی سیاسی. و حالا به یک پیام که اخیراً یکی از دوستان از داخل کشور برامون نوشته توجه کنید. میگه یه خلاصه مفید از علت قتل عام، زمان قتل عام و افراد قتل عام شده بگید. یه جورایی افراد مطلع بشن که این قضیه چه داستانی داره. 67 خاوران رو من شنیدم، اطلاعاتی در این زمینه ندارم. بقیه هم مثل من هم. بله، به همین دلیل است که ما میخوایم تلاش کنیم تو این برنامه واسه همه دهه 60 ها و البته بیشتر دهه 70 ها و 80 ها که فاصله بیشتری با موضوع داشتند، یک مقدار سریع و خلاصه داستان 67 رو از اول تعریف کنیم. اینجا سال 1366ه. ظاهراً همه چی آروم به نظر میاد. اما اینجا، پشت این دیوارهایی که میبینید، دیوارهای زندان اوین یا زندان گوهردشت یا صدها زندان دیگه در گوش و کنار ایران قوغایی. ده ها هزار زندانی سیاسی در سلولها و بندهای مختلف از زن و مرد زیر شکنجه و شلاق هستند. حالا امروز توی خیابون داری راه میری، یک صدای دینگی میشنوی که روی گوشیت اومده و میفهمی که یک مسیج پاپ آپ شده. مثلا این رو میبینی: زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در اعتصاب قضا به سر میبرد. به همین سادگی میفهمی که توی زندانها چه خبره. اصلا خود زندانیای سیاسی پیام صوتی میدن، پیام تصویری میدن بیرون، شرایطشون رو توضیح میدن، آخرین خبرهای داخل زندان رو بلافاصله بهت منتقل میکنند. تو عصر پیشرفت ارتباطات و البته بیرمق شدن ولایت که این یکی خیلی مهمه، همه اینها امکان پذیره. دوست عزیز، اون موقع ها تو سال 66 و 67 از این خبرها نبود که. اون موقع توی زندان ها ده ها هزار زندانی رو میکشتند، اما جهان در سکوت و خاموشی سپری میشد. بله، برمیگردیم به همون سال، اواخر سال 66. اینجا پشت این دیوارها و دیوارهای مشابه این در سراسر ایران ده ها هزار زندانی سیاسی محبوسن. خمینی سالهاست که از دستشون عاصی شده، چرا که تاثیرگذاری مقاومت اونها در جامعه و به طور خاص زنان براش قابل تحمل نیست. علاوه بر این داستانها، جنگ ضد میهنی هم هست که زیر برق عملیات‌های ارتش آزادی بخش در نوار مرزی در حال تعیین تکلیف شدنه. خمینی به جنگ خیلی نیاز داشت، چون بهترین بهانه برای مشروع کردن سرکوب صداهای مخالف در داخل بود و از طرفی هم با وعده فتح قدس از طریق کربلا نیروهاشو در ارگانهای نظامی سرپا نگه می‌داشت. اگه جنگ تموم بشه، نظام آخوندی وارد مرحله جدیدی میشه که با ضعف و شقه و شکاف و همه آثار این جام زهر روبرو خواهد شد. بله، به همه این دلایلی که خمینی به روایت تاریخ در اواخر سال 66 تصمیم میگیره صورت مسئله زندانیان سیاسی رو از روی میزش پاک کنه. زمستون 66 پروژه قتل عام کلید میخوره. اولین قدم دستبندی زندانیا بر اساس هویت سیاسی و کیفیت مقاومت اون هاست. همینطور انتقال زندانی ها از زندان های کوچکتر به زندان هایی که قرار کشتار در اونها انجام بشه. یکی از شاهدین در مورد این آماده سازی ها میگه از پنجره سلول شاهد بوده که پشت زندانشون در حال ساختن یک سوره بزرگ بودن که برای همه سوال بود برای چی ساخته میشه. شاهد بودند که چطور با فرغون دسته های بزرگ تناب رو به این سوره حمل میکردند. البته بعداً در جریان قتل عام ها روشن شد که این یکی از سوره های مرگ بوده. به هر حال این مجموعه کارها و آماده سازی ها چند ماهی طول میکشه تا اینکه در اواخر تیر ماه 67، بعد از اتمام همه آماده سازی ها، خمینی ماشه قتل عام رو میشکنه. با قبول قطعنامه 598 توسط خمینی، جنگ 8 ساله با عراق تموم میشه و خمینی جنگ یا به قول خودش همون نعمت الهی برای ادامه حکومتش رو از دست میده. الان درست همون زمانیه که خمینی تصمیم میگیره برای جبران این ضربه زهرش رو روی مخالفین اصلیش بریزه. به این ترتیب
نقشه شومش برای حذف زندانیان سیاسی رو وارد مرحله نهایی میکنه. اولین قدم ایزوله کردن زندانی هاست. ملاقات ها متوقف میشند، تلفن ها قطع میشن، تلویزیون رو از زندان ها جمع میکنن و رفت و آمد به درمانگاه و حیات زندان و بقیه اماکن عمومی هم متوقف میشه. البته این کشتار مطلقاً بی حساب کتاب و خلق السائل نبود. تمام آماده سازی ها از چند ماه قبل انجام شده بود. هیئت های مرگ مشخص شده بودند. محل و شیوه اعدام ها روشن بود. فقط منتظر فرمان از طرف خمینی بودند. فرمانی که روز 28 تیر، یعنی درست یک روز بعد از پذیرش آتش بس توسط خمینی صادر شد و از صبح 6 مرداد به اجرا درآمد. این سند به تنهایی مهر ابطال حکومتیه که خمینی بنیانگذارش بوده. فتوای کشتار هزاران انسان با دست خط خودش و مهر و امضاش. نسل‌های آینده در مورد اون حرفای بیشتری خواهند زد، اما ما اینجا فقط به خوندن چند خطش اکتفا می‌کنیم. کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری دامت فازات و قاضی شهر و جناب آقای اشراقی دادستان تهران و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد. رحم بر محاربین ساده اندیشی است. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء و علل کفار باشند. این فتوا همونطور که میبینید زیرش تاریخ نداره، اما تمامی شواهد نشون میده که اوایل مرداد 67 صادر شده، چون از روز 6 مرداد ماه قتل عام به طور گسترده و سیستماتیک آغاز میشه. فتوای خمینی اونقدر وحشیانه و جنایتکارانه است که حتی آخوندهایی رو که قرار اون رو اجرا کنند به شک و تردید در مورد نحوه اجرای اون میندازه. احمد خمینی در نامه‌ای به پدر ملعونش سوالات اون آخوندها رو مطرح میکنه. آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرت عالی درباره منافقین ابهاماتی داشتند که تلفنی در 3 سوال مطرح کردند. 1. آیا این حکم مربوط به آنهاست که در زندانها بودند و محاکمه شدند و محکوم به اعدام گشتند ولی تغییر موضع ندادند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشدند محکوم به اعدامند؟ 2. آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شدند و مقداری از زندانشان را هم کشیدند ولی بر سر موضع نفاق می باشند محکوم به اعدام می باشند؟ 3. در مورد رسیدگی به وضع منافقین، آیا پرونده های منافقینی که در شهرستان هایی که خود استقلال قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقلن عمل کنند؟ فرزند شما احمد. و حالا اجازه بدید جواب خمینی رو که در زیر همین نامه با دستخط خودش نوشته من براتون بخونم. میگه در تمام موارد فوق هر کس که در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد همان مورد نظر است. پنج مرداد 67 یک کمیسیون مرگ متشکل از آخوند نیری، مصطفی پور محمدی و آخوند شوشتری و آخوند رئیسی تشکیل میشه که کار تعیین تکلیف زندانیان رو شروع میکنه. کمیسیون مرگ بین گوهردشت و اوین با هلیکوپتر جابجا میشه و در دادگاه های چند دقیقه‌ای حکم مرگ صادر میکنه و به همین دلیل هم این کمیسیون لقب هیئت مرگ رو گرفت. تشکیل دادگاه ها به این صورت بود که معمولاً زندانیان رو در صفوف طولانی قرار میدادند، یک به یک اونها رو پیش هیئت مرگ میفرستادند. اگر زندانی در بیان علت دستگیری و هویت سیاسیش کلمه مجاهد و یا احیاناً وابستگی به گروه‌های چپ رو به کار می‌برد، بلافاصله برای اعدام فرستاده می‌شد. به همین سادگی.
احکام مرگ در سایر استان‌ها هم با نظارت همین کمیسیون در حال اجرا و انجام. تعداد و شدت اعدام‌ها اونقدر زیاد و شوکه کننده بود که منجر به اعتراض آیت الله منتظری هم میشه. ما تا حال از کشتن‌ها و خشونت‌ها نتیجه‌ای نگرفته ایم جز اینکه تبلیغات را علیه خود زیاد کرده ایم و جاذبه منافقین و ضد انقلاب را بیشتر نموده ایم. بالاخره اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز هم عکس العمل خوب ندارد و هم خالی از خطا نخواهد بود و بعضی از قضات متدین بسیار ناراحت بودند. در خاتمه مجاهدین خلق اشخاص نیستند، یک سنخ فکر و برداشت است، یک نحو منطق است و منطق غلط را باید با منطق صحیح جواب داد. با کشتن حل نمی شود بلکه ترویج می شود. هرچند که در نامه های آقای منتظری ابعاد واقعی قتل عام روشن نمیشه، اما همین نامه های اعتراضی خشم خمینی رو برانگیخت و طی حکمی اون رو از جانشینی خودش عزل کرد. از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به منافقین می سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید. شما در اکثر نامه ها و صحبت ها و موضع‌گیری هایتان نشان دادید که معتقدید لیبرال ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. قتل عام زندانیان سیاسی در دو ماه آخر تابستان 67 با سرعت و شدت اجرا شد و در برخی نقاط تا آخر سال 67 ادامه پیدا کرد. در این جنایت که به قول برخی وکلا یکی از بزرگترین نمونه های جنایت علیه بشریت بعد از جنگ جهانی دوم محسوب میشه، بیش از 30,000 مجاهد و مبارز راه آزادی به شهادت رسیدند. عددی که توسط واحد تحقیق قتل عام 67 در مقاومت ایران و همچنین توسط افراد مطلع دیگه تایید میشه. رضا ملک، معاون سابق وزارت اطلاعات، تعداد مقتولین رو 33,000 نفر اعلام کرده. حالی جناب، جنایت این رژیم به حدی است که در طی چند شب در سال 67 بیش از 33,700 نفر 33,700 نفر زندانیانی دارای حکم 5 سال 2 سال 1 سال حکم داشتند اعدام و در گروه های دست جمعی توسط کانتینرها و بولدوزرها به خاک سپرده شدند. برای این شاید کوتاه‌ترین روایت از ابتدا تا انتهای کشتار 67 بود. جنایتی که عاملان اون نه افراد مخفی یا پوشیده، بلکه مقامات رسمی حکومت فعلی هستند و بعضن امروز ادعای اعتدال و میان روی هم دارند. آخوند رئیسی، پور محمدی، نیری، شوشتری. این جنایتی است که همه مقامات فعلی و سابق حکومت باید در برابر اون پاسخ بدند. ابعاد جنایت و نامه‌های علنی آقای منتظری به وضوح نشون میده که این واقعی نبود که کسی در نظام ولایت از اون بیخبر بوده باشه و نمیشه اون رو به فراموشی سپرد. بنابراین تا روزی که عاملان این جنایت به پای میز محاکمه نیومدند، باید همچنان این پرونده رو روی میز نگه داشت و پیگیری کرد. چرا که این جنایت بهترین سند برای شناخت ماهیت رژیم ولایت فقیه. اصلا بحث این نیست که خمینی چند نفر را اعدام کرده. بحث این است که باید دید چه کسانی را باقی گذاشته است. مگر جنایتکاری خمینی حد و مرز می شناسد؟ نه، اصلا اینطور نیست. با ددمنشی کامل، با رذالت و هرزگی غیر قابل تصور، بی‌محابا خون می ریزد. هیچ قاعده و قانون، هیچ نظم و نظام و هیچ حساب و کتابی را هم نمی فهمد. اگر کسی این را باور نکند، اصلاً خمینی و رژیم خمینی و مزدوران و دشخیمان خمینی را نشناخته است.